این حرم سرای است که 30 اتاق داره و قصر دو منزل است. در منزل اولش 12 اتاق و منزل دومش 8 اتاق. منظره دلنشین این قصر به زیبایی افغانستان افزوده است. درختان سر به فلک کشیده، معماری به سبک تیموری ها، طبیعت سرسبز و چشم نواز. قصر جبل سراج یکی از آبدات تاریخی کهن سرزمین افغانستان است که نماد از غنای فرهنگی و گذشته تاریخی این مرز بوم محسوب می شود. محمد رفیع سیدی هستم، مدیر عمومی قصر شاهی جبل سراج. که قصر شاهی جبل سراج مربوط ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت ریاست عمومی اداره امور می باشد و در حدود 36 جریب زمین سایه سبز دارد. در مجموع چهار اطراف از این 50 جریب میشه و یک تعداد زمین های مربوط قصر شاهی جبل سراج متاسفانه که در چند گذشته ها غصب شده که انشاءالله تصمیم جدی است که او زمین داران پس دوباره به دست بیاریم. امی لحظه که میجرد اتصال است ما شما، این حرم سرای است که 30 اتاق داره و قصر دو منزل است که در منزل اولش 12 اتاق و منزل دومش 8 اتاق، دو تام حال داره و دیگه تا سایه هم هستن که بلاک های است که در اوجه هم قابل استفاده است و از پیش دو استفاده میتونیم کنم. دستور ساخت این قصر در سال 1905 میلادی از سوی عبیب‌الله خان صادر شد. کار ساختش دو سال به طول انجامید و بالاخره در سال 1907 میلادی به اکمال رسید. ارگ شاهی 36 جریب زمین را احتوا می کند. سبک معماری هرگ متعلق به دوران غوریان و تیموری ها است که 8 برج بزرگ در دور و دور آن ساخته شده. حوض آب‌بازی به شکل پخته از سنگ مرمر خارجی در آن کار شده. یک تعمیر دو منزله در غرب ارگ ساخته شده بود که در زینه های آن سنگ مرمر و در سطح اتاقا از چوب ارچه با رنگ های مرغوب استفاده شده بود. در اطراف داخلی ارگ 150 اتاق با استفاده محافظین ساخته شده بود که اکثر عساکر نظامی در امین اتاقها و برجها جا به جا بودند و از ارگ محافظت می کردند. قدامت تاریخی از ایام یک بیشتر از 113 سال میشه که از دوران شاه امان الله عبیب‌الله خان تعدادی گذاشته شد و شاه امان الله خان بزیره تکمیل ساخت، ولی در جنگ های داخلی متاسفانه که بسیار مخروبه شده بود کاملا از طریق اداره واحد عملیاتی را پس دوباره احداث کرد و فعلا مربوط اداره امور است اینجا، ولی بعد از تحولات بعضی کارهای از این نیمکله مونده هنوز تکمیل نشده که انشاءالله به واقع الهی در سال 1402 اداره ما تصمیم جدی داره که کارهای متبقیش هم تکمیل بسازه. بخیر.
قصر شاهی جبل سراج در مرکز ولسوالی جبل سراج ولایت پروان موقعیت دارد. این قصر در آن زمان به عنوان سراج الامصار یاد می شد. حبیب الله خان از این قصر به عنوان مهمان سرا و تفریحگاهش استفاده می کرد و تا زمان حکومت امان الله خان به عنوان مقر شاهی محسوب می شد. دیوارهای بلند و مرتفع که شکل دفاعی را به این قصر بخشیده گواهی این امر است. این قصر تاریخی در حاشیه سطح بلند از زمین ساخته شده است که بر وادی مسیر دریای جبل سراج حاکم است. بعد از این مردم می توانند به خاطر تفریح با خانواده هایشان در این قصر بروند و از اینجا دیدن کنند. و یک مژده هم از می با استفاده از می فرصت یک مژده دارم بر تمام هموطنان خود و برای حتی برای خارجی ها که مقیم افغانستان و کابل که بیان بعد از این رسمان انشاءالله که این از طریق اداره ما افتتاح میشه، برای مردم عام، برای مردم عام باز میشه و یک مقدار پول ناشی چنه تکت رسمی که تکت اخذ میکنن بیان از داخل قصر و ساحه قصر، از ساحه سبز قصر و از گل ها یاد استفاده میکنن و میشه که از سایه دور بین و نزدیک بین از اطراف هزار جا که بین یک سایه آبده تاریخی است.